بر شما شجاعان ایران زمین و همراهان همیشگی کانال خبری کیوسک درود می‌فرستیم. عناوین مهم امروز: وضعیت جنگی در پایتخت، استقرار تکاوران سپاه اطراف صدا و سیما و بیت رهبری و اتفاقات دیشب رژیم را وحشت زده کرد. 5 مرکز وزارت دفاع مورد حمله اسرائیل قرار گرفت. خیزش انقلابی مردم ایران با شعاردهی، شعارنویسی، تجمع بر مزار معترضان کشته و اعدام شده و سایر شیوه های نافرمانی مدنی همچنان ادامه دارد. در همین حال رایزنی ها و تلاش اپوزیسیون برای تشکیل ائتلاف و گذار از جمهوری اسلامی نیز در جریان است. اتفاقات بی‌سابقه شب گذشته رژیم در وحشت مطلق قرار گرفت. انفجارهای پیاپی در اصفهان، تبریز، همدان و کرج با حمله پهپادی اسرائیل باعث شد تمام دیشب پدافند هوایی ایران در آماده باش جنگی باشد. همزمان در شهر جوانرود درگیری مسلحانه سنگینی بین جوانان مبارز و نیروهای سپاهی صورت گرفت. ویدیوهای منتشر شده که در آن صدای مکرر تیراندازی و در چند مورد رگبار مسلسل شنیده می شود. پیش از این گزارش‌هایی از حمله به کلانتری فرماندهی انتظامی شهرستان جوانرود منتشر شده بود. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم با مشروع خبرها ما رو همراهی کنید. اما پیش از اون لطفاً با لایک کردن این ویدیو به همرسانی بیشتر این اخبار کمک کنید و از تلاش‌های شبانه روزی تیم خبری کیوسک حمایت کنید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. وضعیت جنگی در پایتخت، استقرار تکاوران سپاه اطراف صدا و سیما و بیت رهبری. به دلیل وضعیت پیچیده پایتخت و حمله‌های شبانه به وسیله نیروهای پهپادی ناشناس، ساعتی پیش در کانال سابری نیوز سپاه اعلام شده که تکاور امنیتی سپاه پاسداران وارد محوطه اطراف بیت خامنه‌ای و صدا و سیما شدند. حمله به سفارت آذربایجان و انفجارهای شنبه باعث شده پایتخت در وضعیت هشدار جنگی قرار بگیرد. امنیتی نیروهایی هستند که بعد از سال 98 و با تأسیس رسته امنیت در قالب یگانهای امنیتی سپاه فعالیت می کنند. همه این یگانهای تکاور امنیتی زیر مجموعه سپاه محمد رسول الله تهران هستند. تنها عکسی که از دیشب از این نیروها گرفته شده و ظاهراً این نیروهای کلاه سبز که شبیه ارتش هستند در حال محافظت از اماکن حساس دولتی هستند، با توجه به اینکه هم تکاور امنیتی آل محمد کلاه سبز و لباسی شبیه ارتشی ها دارند، احتمال می رود این نیروها از همین یگان باشند که بعد از سال 98 در قالب تکاور امنیتی سپاه تشکیل شده است. 29 اردیبهشت 1401 اجتماع 30,000 نفری سپاهیان تهران با سازماندهی سپاه محمد رسول الله برگزار شد که تعدادی از این یگانهای تکاور امنیتی برای اولین بار در انظار عمومی دیده شدند. دیروز سایت خامنه ای نیز برای اولین بار از حضور یک نمایشگاه در بیت خامنه ای خبر داد. اتفاقی بی سابقه که نشان از وضعیت امنیتی فاجعه آمیز حکومت دارد. سایت علی خامنه ای نوشته رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز از نمایشگاه توانمندی های صنعتی در حسینیه امام خمینی رحمت الله بازدید کردند. کاربران مجازی نوشتند یک نمایشگاه صنعتی را بردند منزل علی خامنه ای تا آقا خوشش بیاید. او هم در این نمایشگاه تک نفره در میان غرفه ها قدم زده و به غرفه داران احسنت و آفرین گفته. دو هفته پیش در همین کانال خبری اعلام کردیم که سپاه ولی امر به دلیل احتمال ترور علی خامنه ای تمام دیدارهای خارج از بیت را لغو کرده. خامنه ای مدت 3 ماه است که از بیت خارج نشده. اتفاقات دیشب رژیم را وحشت زده کرد. 5 مرکز وزارت دفاع مورد حمله اسرائیل قرار گرفت. اما این یه پد آفندم فواهد شدن نمیدونم چی یا یه پهباد بود درسته؟ یه پهباده. در پی شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در اصفهان، وزارت دفاع ایران بامداد یکشنبه 9 بهمن در بیانیه ای از حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه در اصفهان خبر داد. وزارت دفاع ایران میگوید این حمله شامگاه شنبه 8 بهمن 1401 حوالی ساعت 23:30 به یکی از مجتمع‌های
کارگاهی وزارت دفاع صورت گرفته و یکی از این پهپادهای مهاجم توسط پدافند هوایی رهگیری شد. بنابر ادعای این بیانیه، دو فروند دیگر از پهپادهای مهاجم در تله‌های پدافندی گرفتار و منفجر شدند. با این حال، وزارت دفاع در بیانیه خود گروه یا کشوری را مسئول این حمله معرفی نکرد. وزارت دفاع ایران همچنین میگوید این حمله پهپادی ناموفق تلفات جانی نداشته و آسیب جزئی به سقف کارگاه وارد کرده است. این در حالی است که بعد از این رویداد صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده این انفجار در یکی از مراکز مهمات سازی وزارت دفاع روی داده و همزمان مدیر کل بحران استانداری اصفهان گفت که علت شنیده شدن صدای انفجار در دسته بررسی است. کارخونه مهمات سازی توحید اصفهان سر عاشق‌آباد انفجار رخ داد. حالا بعضی ها میگن که منفجرش کردن، اصلا هم نمیشه فیلم بگیری از بس من همون ریخته. انشالله که زدنش به امید نابودی حکومت جمهوری اسلامی خائن چقدر مامور، چقدر آتیش نشانی. نمیشم فیلم بگیری. سازی توحید سر عاشق‌آباد اصفهان کاربران مجازی گزارش دادند که حمله فقط در اصفهان نبوده، بلکه در تبریز، همدان و کرج نیز حملات پهپادی صورت گرفته و صدای انفجارهای سنگین شنیده شده. هنو اینجا رو ندیده ببین؟ داره؟ نمیدونم به زیاد کشتون تو بینیدون کشن دیدی نمیشه ببینید کشن نمیدونم برای چیه ولی آسیش گرفته. گفته می شود در صنعت پهپادسازی ایران در تبریز آلیاژ بدنه ساخته می شود، مهمات توسط ساسد در اصفهان و انبار نگهداری اینها در ملاردست که هر سه امشب مورد هدف قرار گرفتند. گزارش های تایید نشده نیز منتشر شده مبنی بر حمله F-35 های اسرائیلی که مستقیما تا اصفهان آمده و بعد از بمباران به مرز ایران و عراق بازگشتند. یک متخصص امور نظامی این مسئله را با توجه به برد این جنگنده و توان عملیاتی اسرائیل بعید ندانست. ویدیوهایی هم از شهرهای مختلف ایران منتشر شده و عده‌ای از کاربران در رسانه‌های اجتماعی از فعال شدن و تیراندازی پدافندهای هوایی خبر دادند. برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز این خبرها را بر اساس شنیده‌ها منتشر کردند و ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی را به اشتراک گذاشتند. سابری نیوز با انتشار سه ویدیو از آسمان تهران نوشت: فیلم‌هایی که گفته شده برای جنوب تهران است و دیده شدن نور درخشان در آسمان را نشان می‌دهد. همچنین گزارش شده لحظاتی بعد هواپیمای جنگی در آسمان رؤیت شده. برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز از شنیده شدن صدای انفجار و رگبار ممتد پدافند هوایی در حوالی روستای دهترکمند در نزدیکی پارک جنگلی سرخ حصار در شرق تهران خبر دادند. کوههای اطراف سرخ حصار پایگاه برخی مراکز نظامی مانند پادگان دوشان‌تپه‌اند. در رصد نوشته‌های کاربران در رسانه‌های اجتماعی و ویدیوهایی که راستی‌آزمایی بسیاری از آنها ممکن نیز
توانست از شهرهای بابل، خوی، اصفهان، دسفول، همدان، بجنورد، کرمان، کرج، تهران، رشت و تبریز هم خبرهایی در مورد شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی منتشر شده. از سمت دیگر برخی مدعی شدند در تبریز، تهران، سرخ حصار، رشت، همدان، شیراز، قزوین، درود و کرمانشاه پدافند هوایی هم فعال شدند. مقامات رسمی تاکنون هیچ کدام از این اتفاقها را تایید نکردند. محمد رضا جان نثاری، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان، نیز با اعلام این که صداهای انفجار در اصفهان مربوط به یکی از مراکز وابسته به وزارت دفاع بوده گفت در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده که این صداها به علت انفجار در یکی از مراکز نظامی وابسته به وزارت دفاع بوده. کانال‌های تلگرامی که خبرهای شهر اصفهان را پوشش می‌دهند با تاکید بر شنیده شدن صدای چند انفجار مهیب می‌گویند که صدای این انفجارها در محدوده خیابان امام خمینی، عاشق‌آباد و شهرک کوثر اصفهان شنیده شده است. این منابع خبری محلی تاکید کردند که صدای انفجارها تا کیلومترها دورتر نیز شنیده شده. در همین حال خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز شنیده شدن صدای انفجار مهیب در شهر اصفهان را تایید کرده و درباره منشأ صدای انفجار نوشت این انفجار در یکی از مراکز مهمات سازی وزارت دفاع روی داده است. ساعتی قبل در یکی از مراکز نظامی وابسته به وزارت دفاع صدای انفجاری شنیده شده و همکنون پس از گذشت ساعتی وضعیت در محل حادثه عادی است و نیروهای امدادی برای امداد رسانی احتمالی در محل حضور دارند و وضعیت خیابان‌های اطراف خیابان امام خمینی هم کاملا روان، عادی و وضعیت آرام هستش. همونطوری که شما اعلام فرمودید یک انفجاری رو داشتیم در یکی از مراکز نظامی وابسته وزارت دفاع که خوشبختانه تلفات جانی نداشته اینجا، ولی به جهت خسارات وارده در دست بررسی و علل و عواملی که باعث این انفجار شده که انشالله اطلاعات تکمیلی را متعاقبا به اطلاع مردم شریف خواهیم رسوند. گزارش های شهروندی حاکی است که بعد از این انفجارها مسیرهای این منطقه توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی مسدود و به شهروندان اجازه نزدیک شدن به منطقه داده نمی شود. در پی انفجارهای شنبه شب اصفهان، رسانه های حکومتی و فعالان رسانه ای نزدیک به حکومت در شبکه های اجتماعی به طور گسترده از ناموفق بودن این حمله پهپادی می گویند، اما تا روز یکشنبه هنوز هیچ جزئیات دیگری منتشر نکرده اند. دقایقی بعد از انفجار اصفهان، بنیامین نتانیاهو پیامی به سپاه ارسال کرد. پاسخ ما قوی، سریع و دقیق خواهد بود. هر کسی که بخواهد به ما آسیب برساند، ما به او و هر کسی که به او کمک کند آسیب خواهیم رساند. وبسایت رادیو پیام اسرائیل اعلام کرده برخی گزارشات حاکی از شنیده شدن صدای انفجار در ملارد است. وبسایت این رادیو بامداد یکشنبه نوشت که طی ساعات اخیر انفجارهایی در کارخانه مهمات اصفهان و شهر صنعتی تبریز رخ داده و صدای انفجار مهیب در همدان نیز شنیده شده است. تا این لحظه وزارت دفاع فقط حمله پهپادی به کارخانه مهمات سازی اصفهان را تایید کرده است. حساب کاربری اسرائیلی الف که اخبار فوری اسرائیل را منتشر می‌کند، در دو توییت علاوه بر تایید اخبار انفجار در اصفهان، کرج و آذرشهر تبریز، خبر وقوع انفجار در همدان را نیز تایید کرد. برخی معتقدند خبر آتش سوزی در شهرک صنعتی سلیمی تبریز هم با اتفاقات بامداد یکشنبه بی ربط نیست. به نظر می‌رسد این حادثه یک آتش سوزی در کارخانه روغن خودرو بوده است. بر اساس گزارش‌ها این کارخانه روغن خودرو شنبه 8 بهمن در شهرک صنعتی سلیمی در آذرشهر دچار آتش سوزی شد. ویدیوهای منتشر شده از این آتش سوزی نشان می‌دهد یکی از خودروهای آتش نشانی هم در آتش ناشی از انفجار روغن سوخته. ایرنا اعلام کرده دست کم 25 دستگاه خودرو و آتش نشانی به تناوب در محل حادثه آتش سوزی کارخانه تولید روغن موتور شهرک سلیمی آذرشهر حضور یافتند. تسنیم نیز گزارش داده که برخی از مخازن روغن بر اثر شدت حرارت منفجر شدند.